حوالی ساعت 11 پیش از چاشت روز دوشنبه، شرکت کانترک در ساحه هودخیل ناحیه نهم شهر کابل هدف حمله یک انتحار کننده قرار گرفت. مهاجم انتحاری موتر بمب‌گذاری شده خود را در مقابل دروازه این شرکت انفجار داده است. البته چه یو بخاری ده ناس چه یاد په انفجار او شنور شیشه میشه په منګه ټوله راغله او ولګیدله، یو دواله کان زخمیان شول. زخمیان څو ده دیر شونه زخمیان نه وخت وای مړي به څو نه وای لاس پنځله دانه پرات شاو جګول نو یو سپنګیر سره مول ده سه زخمی او انفجار بسیار بزرگ قدرتمند رخ داد که میبینیم قطع دکانا شیشات تمامش خسارمند شدیم. بس زخمی چند دانه بود که منجا یک شاگرد مستری بود منجا زخمی شد بردنش به شفاخانه، چند تای دیگه هم بود که منجا یک چند زخمی رو در مطالعه عمله انداختن و بردن طرف شفاخانه اتمن دیگه باید به 30-35 نفر بود. محمد ایوب سالنگی فرمانده پلیس زونی 101 آسمایی میگوید در این حادثه یک تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال داوود امین معاون زون 101 آسمایی زخمی های این حمله را افغان های غیر نظامی می داند که در این کمپانی مصروف کار بودند. تعداد مشخص فعلا زخمی ها فقط کسی شهید و کشته نداره، فقط زخمی داره، خوشبختانه که کشته نداره. زخمی ها هم تا بال تعدادشان معلوم نیست، اکثرا دغه زخمیان طول ملکی خلق دی او خارجیان که کم بود. چرا کم ملکی؟ رسمی کارمندان؟ اکثرا رسمی کارمندان دیده شرکت بود. اما برخی از کارمندان این شرکت که خود شاهد این حادثه بودن میگویند شمار زخمی های این حادثه بیشتر از ارقامی است که مقامات امنیتی ارائه میکنند. با گفته ای آنها در میان زخمی ها شهروندان خارجی نیز به چشم میخورده است. مسئول کی وظیفه ام؟ یک دفعه کجانه؟ ناگهان یک دفعه سر امت صدای بلند شنیده شد، صدای انفجار. دیدیم که همکارای رفیقا یک دایش افتاده بودن، بعضیش خارجی ها بودن، یک داد میزدن و گریان میکردن. خب بالاخره در وقتی بیرون برآمدیم ما خود ما زیاد آسیب ندیدیم، در همکارای ما مجروحیت شدید جدی نبود. در مجموع بعضی ها از فیلیپینیا یا اینا که سب بعضی تعدادشون یک 5-6 نفرشان زخمی بسیار جدی بودن. در بیشتر اگر نظر بگیریم حدودا از 30 نفر بشیر سوا کسا چی شدن؟ زخمی شدن. 10 نفر زخمی شدن. دو داخلیان دی او 15 کسا یا 4 کسا خارجیان دی چه 2 زخمیان شویدی. وی رئیس ده مؤسسه هم زخمی ده. بجمن دیار لسوار لس کسا رازی ده عمره. این تازه ترین حمله انتحاری در شهر کابل پس از حمله 2 هفته قبل به جان اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی است.